سر خط تازه ترین و مهمترین خبرها، واکنش ها به حمله علیه خبرنگاران افاق در کابل، جمهوری 3 نفره، فساد، خیانت، دروغ و همچنان در پایان راد مرد راه آزادی در کوههای هندوکش، زالشار، حسیب قوای مرکز. با نام خدا و با تقدیم سلام با مجموع خبری چنل یوتیوب بان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها، جمهوری 3 نفره، فساد، خیانت، دروغ. در حالی که افغانستان با یکی از بزرگترین فجایع انسانی در قرن 21 دست و پنجه نرم می کند و این فاجعه به طور مستقیم از سقوط فروپاشی دولت فاسد اشرف غنی و فرار مزدوران محلی ایالات متحده ناشی می شود، حمدالله محب مشاور پیشین امنیتی ملی، رئیس جمهور فراری که حالا او به عنوان بزرگترین خائن ملی تاریخ معاصر افغانستان یاد می شود، در یک مصاحبه رسانه‌ای ادعاهای تازه را درباره وقایع 4 ماه پیشین مطرح کرده است. با باور آقای محب، دولت دست نشانده اشرف غنی ارزیابی ها و محاسبات اشتباه درباره قطعیت خروج نیروهای نظامی آمریکا و متحدانشان از افغانستان داشته و به گفته او دولت پیشین تصور نمیکرد که آمریکا تحت هر شرایطی به طور کامل افغانستان را ترک کند. حمدالله محب در عین حال ادعا کرده که اگر اشرف غنی کابل را ترک نمی کرد طالبان قصد داشتند او را اعدام کنند. او همچنین مدعی شده که درست پیش از فرار از کابل از خلیل الرحمن حقانی از رهبر ارشد شبکه پرقدرت حقانی که اکنون وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان از درخواست مذاکره مستقیم برای انتقال قدرت کرده بود، اما او از آن خواسته که ابتدا بیانیه تسلیمی صادر و سپس مذاکره کنند. با این حال اینها هیچ کدام شاید اهمیت چندانی نداشته باشد. مهمترین نکته که حمدالله محب مطرح کرد ادعای تکراری او و زنی درباره خطر وقوع جنگ داخلی در افغانستان است. او گفته که برای اجتناب از این امر ویرانی کابل را آنها تصمیم گرفتن از افغانستان فرار کنند و دولت را به طور کامل به طالبان واگذار کنند. این در حالی است که با باور بسیاری از کارشناسان زمینه های دست یابی به توافق همه جانبه سیاسی و صلح‌آمیز برای انتقال قدرت، تغییر نظام و شراکت مسئولانه طالبان در ساختار سیاسی وجود داشت. با باور ناظران اگر اشرف غنی با توانی پنهانی و زدوبند های قبیلوی با سران شبکه حقانی تصمیم به خیانت به وطن نمی گرفت، روند صلح را تعلیق نمی کرد و قربانی های 20 سال مردم افغانستان، نیروهای امنیتی و هزینه های سنگین جامعه جهانی برای دولت سازی، ملت سازی و ایجاد یک نظام مشروع ملی و مورد تایید جامعه بین الملل را زیر پا نمی ساخت. بدون شک شرایط بسیار متفاوتی رقم می خورد و اکنون مردم افغانستان هزینه های فاجعه بار خیانت بزرگ او و تیم 3 نفرش به شمول حمدالله محب را پرداخت نمی کردند. این نکته تقریبا محرز است. یکی از اصلی ترین عوامل فروپاشی سریع نظام جمهوری در افغانستان فساد گسترده بود که عناصر قبیله و سالار و به وجود آورده بودند. شبکه عظیم فساد مالی و سیاست و قومی که تار و پود دولت پیشین را آلوده کرده بود و به طرز هدفمندی و سیستماتیک از سوی عالی ترین مقامات اجرایی و امنیتی به آن دامن زده می شد، در نهایت مانعی از شکل گیری یک دولت مسئول و مشروع مبتنی بر ارائه مستقیم و واقعی مردم افغانستان گردید. نکته مهم دیگر که مانع از به یک نتیجه رسیدن تلاش های صلح میان جریان های سیاسی قومی و طالبان و متحدان آنها شد، توانی پنهانی و خیانتکارانه غنی، محب، فضلی و حلقه کوچک مسلط بر سرنوشت افغانستان در آن زمان بود. آنها با راه اندازی یک بازی ریاکارانه به نام صلح با مذاکرات آغاز کردند، اما در عمل هیچ گامی در مسیر گفتگوی سازنده با طالبان برنداشتند. از شرکت مؤثر و صلاحیت تصمیم گیری به کانون هایی که زیر نام صلح ایجاد کرده بودند خودداری کردند و در نهایت بدون آن که با مذاکره کنندگان فرصت رایزنی های معنی دار و سازنده را ایتا کنند،
بدتوانی و زود بند پنهانی خود با سران شبکه حقانی و طالبان ادامه دادند تا در نهایت افغانستان را در چارچوب یک معامله درون قومی و صرفا قبیله‌ای و یلجایی ها واگذار کنند. اکنون اما نظر می رسد که نخستین گفتگوی رسانه ی حمدالله محق گفت خود درباره فرار اشرف غنی از کابل تصمیم گرفته، ماموریت بعدی جمهوریت سه نفر آغاز شده و آنها دروغ پراگنی عمده برای انحراف افکار عمومی، تحریف واقعیت های پشت پرده و درباره پروژه فساد تبانی و خیانت و در نهایت تبرعه عوامل بدنامی این معامله شوم شونستی از معرض داروی های بیرحمانه مردم فاجعه زده افغانستان نسل های آینده و تاریخ معاصر است. با این حال واکنش های ابزار شده به سخنان تازه عبدالله محب از مردم افغانستان نشان میدهد. هیچ کس روایت مضحک او از پروژه های وطبانی و خیانت را نخواهد پذیرفت و بدون شک چهره های مانند غنی، محب، فضلی و دیگر اعضای حلقه فاشیستی دولت سرنگون شده همچنان و همین شک در نزد مردم افغانستان منفور و مردود باقی خواهد ماند. همچنان این در حالی است که مسعودیان در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: راد مرد راه آزادی در کوههای هندوکش، زالشار حسیر پای مرکز. با این حال خبرهای عجیب از جبهه مقاومت. خبر دست اول مشهر است که پسر مارشال فهیم مستقیم تحت حمایت شبکه حقانی قرار و ماهانه خرج افرادان از حقانی را با دوش پسر مارشال فهیم است. اکنون مشاور ارشد احمد مسعود مقاومتی ها را از شنیدن این خبر گیر شدند که چه گپ است. دکتر تاج محمد مبلغ $2,000,000 مصرف کرد تا فامیل های خودش را از افغانستان به تاجیکستان انتقال داده، $1,000,000 به مولای فسیح الدین و $1,000,000 به مولای امان الدین پرداخت نموده و در ضمن ماهانه خرج افراد مولای فسیح الدین نیز با دوش حاجی کاتب و دکتر محمد تاج محمد جاهد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.